من دقت بفرمایید، در این قسمت نمونه هایی از اسم های پرکاربرد مذکر رو میبینید در زبان فرانسه. خواهش میکنم شما هم به دنبال بنده حتما تکرار بفرمایید. کلمه اول از بالا سمت چپ، لو تابلو. لو تابلو همونطور که مشاهده میفرمایید سه حرفی که در پایان کلمه هست ترکیبی است که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم. ترکیب سه حرف ا ا و ی که همون ای ای و یو انگلیسی است و معمولا در پایان کلمه قرار میگیره. این ترکیب کلا دوستان او تلفظ میشه، تابلو، لو تابلو. این همون تابلو یا در واقع بورد هست. کلمه بعد لوفیس. لوفیس در اینجا دوستان ال تلفظ نمیشه، لوفیس پسر هست. کلمه بعد لولیوغ. لولیوغ به معنی کتاب هست. کلمه بعد لوموا. لوموا همونطور که مشاهده میفرمایید ترکیب او و ای به صورت اوا تلفظ میشه، ترکیب او و ای اوا تلفظ میشه. مثل کلمه مثلا واغ که قبلا داشتیم به معنی دیدن، یا غواغ که به معنی دوباره دیدن هست. مثل ترکیب اغواغ به معنی خداحافظ. اینجا موا. موا به معنی ما هست. پس لوموا ما. دقیق بفرمایید دوستان، من باز هم تاکید میکنم کلمه رو هیچ وقت به هیچ عنوان بدون آرتیکل حفظ نکنید. اگر کلمه رو بدون آرتیکل حفظ کنید مثل اینه که یاد نگرفتید کلمه رو. کلمه رو در واقع آرتیکل رو جزئی از کلمه بدونید. وقتی بهتون میگن کتاب چی میشه به فرانسه شما باید بفهمید لو لیوغ میشه. لیوغ اشتباس، لو لیوغ. وقتی میگن تابلو چی میشه شما باید بفهمید لو تابلو. یا ماه چی میشه؟ لو موا. یعنی موا، لیوغ، فیس، تابلو، اینا اشتباس دوستان. چرا؟ چون بعداً میبینید که این آرتیکل ها بسیار تعیین کننده هستن در همه گرامر زبان فرانسه. خب اما کلمه بعد دقیق بفهمید دوستان لو ژور. لو ژور به معنی روز هست. بونژور که قبلا داشتیم به معنی روز بخیر. لو ژور به معنی روز هست. کلمه بعد لو سپور. لو سپور. لو سپور دوستان دقیق بفهمید که تی که در پایان کلمه قرار گرفته تلفظ نمیشه. همونطور که عرض کردم در اکثر موارد اگر تی یا اس، دو حرف تی یا اس آخرین حرف یک کلمه باشن غالبا تلفظ نمیشن. لوسپور به معنی ورزش هست. لوسپور ورزش هست که دقیقا شبیه اسپورت انگلیسی نوشته میشه اما سپور تلفظ میشه. پس لوسپور ورزش. کلمه بعد لوتخوی. لوتخوی دقیق بفرمایید دوستان. خب همونطور که قبلا خدمتتون عرض کرده بودم اگر به دنبال صداهای نه حروف، صداهای پ ت ک ف، پ ت ک ف، دوباره این چهار تا حرف اگر اغ قرار بگیره اغ رو به صورت خ میخونیم، تخوی. تخوی خب لطخوی. لطخوی یعنی کار. لطخوی کار. کلمه بعد لو شپو. باز ببینید اون ترکیب سه حرف ا و ی در پایان کلمه است که به صورت او تلفظ میشه، همشون در مجموع او تلفظ میشن. پس لو شپو به معنی کلاه هست. لو شپو کلاه. کلمه بعد لو مخشه. لو مخشه همون مارکت هست یعنی بازار. لو مخشه. کلمه بعد لو فخوی. باز ببینید اینجا به دنبال صدای ف اغ هست که گفتیم معمولا به صورت خ تلفظ میشه. لو فخوی. لو فخوی. لو فخوی به معنی میوه هست که تی پایان کلمه هم تلفظ نمیشه. لو فخوی میوه. کلمه بعد لو پاپیر. لو پاپیر کاغذ هست. لو پاپیر کاغذ. لو پاپیر. کلمه بعد لتودیان. لتودیان خب همونطور که قبلا خدمتتون عرض کرده بودم ا و ان اگر به دنبال هم باشن در این صورت به صورت اوی تو دماغی تلفظ میشه، یعنی اون اون اون. اگه براتون سخته همون اون تلفظ کنید خیلی مشکل ایجاد نمیکنه. اما بدونید که تی که در پایان کلمه است تلفظ نمیشه و همینطور اس ها که در پایان قرار میگیرن معمولا تلفظ نمیشن. پس لتودیان به معنی دانش آموز یا دانشجو هست. همونطور که مشاهده میفرمایید دانش آموز یا دانشجو رو در زبان فرانسه لتودیان میگیم، البته دانش آموزی که پسر باشه یا دانشجویی که پسر باشه. خب یک بار دیگه همه این کلمات رو
به دنبال هم میخونیم با هم. شما هم حتما، تأکید میکنم حتما، به دنبال بنده تکرار بفرمایید، حتما تکرار بفرمایید و به زبان بیارید. و اینکه فقط با چشم ببینید و گوش بدید و بگید من یاد گرفتم و آسون بود و اینها، واقعا کافی نیست دوستان. برای که خوب ارتباط برقرار کنید با زبان، باید کلمات رو به زبون بیارید تا عجین بشید، تا دوست و رفیق بشید با کلمات. خب یک بار دیگه دوستان، لو تابلو، فکر کنید سر کلاس نشستید، حتما به دنبال بنده تکرار بفرمایید، به زبون بیارید. لو تابلو، لو تابلو، لو فیس، لو فیس، لو لیوغ، لو لیوغ، لو موا، لو موا، لو جور، لو جور، لو سپور، لو سپور، لو تراوای، لو تراوای، لو شاپو، لو شاپو، لو مارشه، لو مارشه، لو فروی، لو فروی، لو پاپیر، لو پاپیر، لتودیان، لتودیان.